ورزش زامن سلامتی ما انسان ها هست و چه خوب است که بتانیم با یک برنامه مشخص ورزش را در ماه مبارک رمضان هم ادامه بتیم در بخش برنامه هم شاگردان اناس مکتب فاطمه بلخی، استاد رابعه جمارزاده ساداد و بانو سلمان رجبیار و همچنان هم تیمی هایشان با خود داریم که در مورد مسابقه که اخیران داشتن و در بین مکاتب برخ مقام اول گرفتن بیشتر در مورد با امروشان صحبت را می داشته باشید. خیلی خوش آمدین با برنامه خیلی خوش آمدین با برنامه تشکر زنی آها آه. استاد آه، در شروع اگر در رابطه با مسابقه ای که برای انداخته بودین و تانستین مقام اول بگیرن مکتبتان صحبت بکنین و یک معلوماتی بر ما بودین خیلی خوب میشه تشکر در قدم اول از شما تشکری میکنیم که ما رو دعوت کنیم در برنامه برنامه زیبای زندگی که ما دلچسپی زیاد در این برنامه داریم علاقه مندی زیاد داریم و دیگه برنامه که این برنامه, ای برنامه, ای برنامه ای ما قسمه بود که تورنمنت بهاری بود بین مکاتب دخترانه ولایت برخ بود که در مجموع تمام مکاتب ولایت بلخ طبقه اوناس اشتراک کرده که از جمله دو مکتب را که ما مسابقه را بردیم که مکتب اتفاق بود و مکتب نقشبندی بود که در او شاگردهای متانستن که با زدن دوازده گل هر دو مکتب دوازده گل زدن که بالاخره در فاینال را یافتن و در مسابقه فاینال امروی مکتب نیسی سلطان رازیه بود که در اونجا هم تانستیم که مقام اول از خود بکنیم بله بون سلما شما خیلی خوش آمدین میشه اول در مورد ای که خود شما در تیم در کدام پست البته بازی میکنین و ای که چطور تانستین که مسابقه رو ببرین تشکر زنده باشین من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم بر شما بر رازیدین در تالار و همچنان به بینندگان تلویزیون شما ای یک مسابقه تورنمنت خیلی جالب و دلچسب بود که بین مکاتب بود و ما در رشته فوتبال یا در بخش ورزشی فوتبال در مرکز هستم یعنی در خط عمله نزدیک به خط عمله کار میکنم در مکتب لیسی آلی فات میبخیم و میشه در رابطه به مجاله هایی که اینجا آوردین صحبت بکنین تقدیر های زیادی هم هست که من میخوایم چند دانی بگیرم تو همکارای ما رو بگیرن همچنان های هم هستن میشه که استاد شما بر ما بگوین از این طرف که این کپ که ای طرف هست در کدام مسابقه بوده و کدام مقام شما در این مسابقه بدست حساب این کپاره که می‌بینین ارسش دیگه به حساب مقابل مکتب سلطان رضیا بود در مسابقه داشت مسابقه, مسابقه ما برنده مسابقه شدیم که جایزه به دست و در مورد تقدیرنامه ها میشه که در مورد تقدیم ها قسم بگویم بر شما که ما در هر تورنمنت بهاری و یا خزانی که در مسابقات شرکت میکنیم بین مکاتب از طرف ریاست معارف جوایز و تقدیرنامه هایی بر ما اهدا میشه که این تقدیم ها هم از طرف بعض از تقدیم ها از طرف خود ریاست مهم. و بعضاش به صورت تشویقی از طرف خود لیسه مکتب ما بر ما اهدا شده آها آه آه و پرجون خوب میشه که همراه تمام کسایی که دایی تیم بودن صحبت رو داشته باشیم میشه بلد. که با ترتیب خودتان معرفی هم هست خلاص هر از تو تخلاص قاسمی میکنم و بخشی که در فوتبال بازی میکنم دفاظ آها میشه بله. من هم یاد خدا خوشنوده خراسانی هستم بخشی که در فوتبال بازی میکنم دفاع می میباشد خیلی خوش آمدید سلام از ما هستم برگزای تخلص میکنم و یکی از و در بخش دفاع کار میکنم به نقش رحیمی هستم و در میدان در بخش دفاع کار میکنم به نام خدا آرزو نوری هستم و در ورزش دفاع کار میکنم به نام خدا فاطمه محمدی هستم در بخش فالوار هستم به نام خدا مرو ایوبی هستم و در بخش فالوارد کار میکنن بله و میشه که دوباره از امون طرف شعاره که در دستتان است یک بار به خانش بگن گرچه بینده های میبینن اما که یک بار بگوین هم خوب میشه ورزش سفیر سال هست ورزش افزایش مقامت هست ورزش یعنی زندگی جامعه سالم با ورزش ورزش دانستان و توانستان ورزش سکونه سرطان ساست ورزش ورزش بالا بردن کرامت انسانی آها. بله بسیار واقعا شعرهای خیلی زیبا بود ورزش اراده امروز نیروی فرداست بدون شک و ما می که از سانیا بپرسم در مسابقه که داشتین نام خدا استاد گفتن که خیلی های زیاد ارتانسن به ثمر برسونن می بدانم از بین تیمی که داشتین البته که تمامشان قوی بودن و که تانسن مسابقه را ببرن میخوایم بدانم کدامشان بیشترین گل زدن خب قسم که در مسابقات ما راه شده بود و در مسابقات شرکت کردیم بیشترین گل یکی از شخصیت‌های های مشهور و معروف می بازیکنای ما بوده که فعلا تشریف نداره به سمر رساندن و به تعقیب از او بعد از او یعنی پای در پای دو گل یا بیشتر از دو گل خودم به سمر رساندیم و بعد از او فاطمه جان است به نفش است در هر کدامشان به هر عرصه خود گل را خواستن یا توانستن با پاس و با دریبل خود به ثمر رساندن و بدون ورزش دیگه بدون فوتبال دیگه کدام بخش های ورزشی را یاد دارین؟ شخصا خودم در تمام عرصه در مکتب صحیم می باشم بدون فوتبال من در بخش والیبال هم هستم بدمنتون و بعض از ورزش هایی که در داخل مکتب راه اندازی می در او سهیم هستم بله اصلا می خواهم از شما بپرسم که تمرینات تیم چگونه بود چون اگر قرار باشه که یک تیم قصد داشته باشه مسابقه را ببره و مقام اول بدست بیاره طبعا تمرینات خیلی سخت و فشرده می داشته باشه تمرینات تیم چگونه بود چند روز تمرین داشتن تمریناتشان از امی ما عمل که مکتبایشان شروع شده از عمروزه بودن دیگه عمروزه ساعت شش و نیم بجه اینا هم آزر میشن ما آزر بودن با, با یک تلاش زیاد و بدون کدام خستگی باید با در یک فضای سمیمیت این دو زن نفر سی نفر که بودن همه ایشان میامدن به خودم اینجا تمرین میکردیم تا ساعت هشت از شش و نیم تا هشت, باز هشت اینا هر که بازشت را جایی نهار کدامشان طرف سمهای خود و درسای می خود میرهتن باید. این خب این می اتبا. تمرین هایشان باعث از میشد که پیروزی ها را نصیبشان بسازند. <applause> خب ما تخلص اینا رو فراموش کردم میشه که خود پرجون باید توی... بانو سلما رجبیار آه بانو رجبیار مطمئنا تمامتان خیلی خوب درخ شدین که تانستین دوازده گل بزنین و برنده شدین و مقام اول بدست بیارین به نظر خودت چون سر تیم هستی در تیمی که داشتین کدامشان بیشتر موفق بودن و تانستن که بیشتر گل به سمر برسنن پیشتر هم برطانی یاد آور شدم چون تمام های ما با همدیگر یک هماهنگی خاص دارن و به نظر خودم خوبی یک تیم دری است یا موفقیتش به این می باشه که تمامشون با همدیگر همکار باشن چی در عرضه و ورزش باشه و چی در هر عرصه باشه مشکل ندارم مگر فقط اما قدر مهم دیدی است که با هم هماهنگی داشته باشه تمامشون در عرصه که بودن و هستن در مو ها فعالیت های خود داشتن اولش فعلا یک یکی از بازیکن های ما که حضور نداشته بنابر مشکلات که بوده مدینه جان میباشه که بهترین بازیکن امی تیم هم می باشه و همچنان بیشترین گل به ثمر می چون در خط حمله قرار داره و بیشترین پاس از طرف ما و دفاع دفاعی ما دریافت میکنه و گل به ثمر می بله خب استاد میشه که شما بگوین برنامه های بعدی تان مسابقاتی که روی دست دارن که بعد از این داشته باشین بعد از ماه مبارک رمضان بر ما برنامه های بعدی ما مسابقات تورنمنت خزانی هسته تو اون بخیر می شاگردای ما تمرینات خدای دوام می تا اینکه اونجا هم مقام نخست بگیریم دولایت در ولایت هم مدیر صاحب ما گفتن که از مثلا در کابل است یا در دیگه ولایت از ازای تیم ما دعوت شده که اونجا بخیر میریم تا سفرات بیرونی غیر از ولایت برخ داشتین؟ تا نداشتیم نخیر نه ما در تورنمنت خزانی روی داریم که بریم نمونه استاد چون تجربه شما هم بیشتر است در بخش ورزش یک ورزشکار خوب کدام کارا را باید انجام بده کدام نکات باید رایت بکنه تا بتونه یک ورزشکار خوب باشه و همیشه با خوب تمرینات خوب داشته باشه دیگه دا دا دا... یعنی با تمرینات خوب میشه که هم در مسابقات عالی باشه های چشمگیر نایل شوند بله وانسان ما میخوام از رو بپرسم که در آغاز زمانی که میخواستن وارد دنیای ورزش شوین و مخصوصا رشته فوتبال رو انتخاب بکنین تا وارد شوین و بخواین و بازی بکنین با چی انگیزه وارد شدین؟ آیا مخالفت های وجود داشت و آیا کس شما رو حمایت کرد؟ البته در جامعه ما که ما در جامعه کنی که زندگی میکنیم اقدر به نظر من اقدر بانوان برشته های ورزش علاقمند نیستن اما باید این ای ورزش وسط انگیز شود چون من اول که در ورزش آمده بودم از کودکی علاقمندی زیاد داشتم و در خانه هم کار میکردم وقتی که به سطح ورزش داخل شدم بر علاوه از اینکه فامیلم تشویق میکرد مادرم پدرم پشتیبان ما بودن و مرا حمایت میکردند بعد ورزش و می جامعه ما قسم نمی که امی ورزش را قدر اهمیت نمیدن یعنی ورزشکارانه یک چیز به اهمیت میدانن باید به نظر ما قسم باشد که بانوان در سطح نخست باشه بیشتر تشویق شوند تا بتوانند به قله های موفقیت برسند <applause> خب بانو رجبیار میشه در رابطه به گفتی در بین صحبت که اکثریت بانوان علاقمندی به با ورزش ندارن گفتنی چی از به اونا که علاقمند شوند و کار بکنند در بخش و ورزش گفتنی به با تمام بانوان همی بلخ همی میباشه که تنها نمیتونه که مردها جلو فوتبال بگیره و ما نمیتونیم که تنها به های دیگر از زندگی مشغول باشیم باید همی گشودن راه ها را به خود آغاز کنیم تا بتوانیم به قله ها برسیم و تمام امی بانوان از طرف خود یکی از مایگرشان می اگر بیاین با ما همدست شوند تا بتانیم که یک جامعه سالم با ورزش داشته باشیم بله خب سلمان جان طبعا زمانی که مسابقات می حتما خاطرهای خیلی خوب خاطرهای جالب گاهی اوقات از جریان مسابقات به یاد آدم می کسایی که تماشاچی هستن این خاطرات به یادشان هست می خواهیم از خاطره جالب تانه که در جریان مسابقه و یا بعد از او در جریان تمیم بوده باشه یکی از خاطره های جالب ما که در امی تورنمنت بهاری امسال بود این بود که امی یکی از تلویزیون آمده بود و از من مصاحبه گرفت گفتن بعد از ختم تمام موضوعات گفتن که خودت مسابقه را چه قسم پیش بینی میکنی ما برشان گفتم که به تیم مقابل موفقیت میخوایم اما مسابقه را ما برنده میشیم چون با زحمات که استاد ما سر ما کشیده سرش اطمینان داشتیم بعد از اینکه ما در شروع بازی پر جنجال است که باید گل بخوری و گل بزنی بود یکی از همین افراد به ما گفت که شما خو گل خوردین نخواد برنده شوین بعد از تمام شدن مسابقه برشان گفتم که ما اعتماد به نفسم چون قوی بود و توانستم که مسابقه را برنده شوم و یکی از خاطره های جالب نبرم و شما هم کدام خاطره جالب داشتین در بازی که برا اندوخته بودین به مقام اولا به دست آوردین فکر میکنم اکثر بانوانی که اصاله هستن در بخش دفاع کار میکنن یکی از شما که ما میشناسم میشه بر ما بگین که چطور خاصن در این کار خب به خاطر که از که مشاق علاقه که بخش داشتم خواستم از این خاطر دمی بخش کار کنم بله میشه مایک بعد دوست بچه‌تون بتین شما فکر کنم در بخش دفاع هستین میشه بگوین که تا حال چند دفعه زمین خوردین در وقت بازی و آیا گاهی و اوقات هم شده که در بین بازی دیگه نتونین بازی رو ادامه بدین و بجای شما بازیکن دیگه بیاید؟ طبعا این گل خوردن ای افتادن و خیستن به یک نفر دفاعی معمول می باشه چون تا حال د زمین نخوردیم ولی همیشه کوشش کردیم که یک دفاچی خوب باشم و نمانم که گل رای توب رای گل شود دیگه زیاد کوشش کردیم ولی خاطرات خوبی هم از فوتبال دارم من میخوام که از دوست بعدی بپرسم که چی فکر میکنی کار تیمی و ای که یک تیم چقدر متحد میباشه چقدر میتون تاثیر گزار باشه بالای پیروزی او تیم ها. ما که که بالا بگیره صحبت بکنیم زمانی که تیم منسجم باشه متحد باشه چقدر میتون تاثیرگذار باشه بالای پیروزی یک تیم وقت بسیار زیاد باشد. می باشه شما در وقت تمنیات مثلا گاهی اوقات شده بود که یکی از شما حاضر نشین مثلا تمنیات همتون مانده باشه مم. بوده ولی قضیات نه یعنی حتما کوشش کردین که در تمرین بعدی خدا برسانه بله و ما می که از بانو سلما پیامشان در خیر داشته باشم به با بقیه بانوانی که میخوان که ورزش را شروع بکنن و یا در ورزش هستن اما انگیزه کم دارند گفتنی شما برشان چی است؟ گفتنی من و تمام بانوهای با عزیز ای است که بیاین با ما همدست شون ورزش وسط بتن تا بتانیم یک جامعه سالم با ورزش داشته باشیم یک اماهنگی خوب داشته باشیم یعنی جامعه یعنی به نظر من تمام رشته ها میتونه به زندگی انسان یک نیروی خوبه بده اما ورزش تا آخرین عمر انسان هم پیروش می باشه بله با استاد پیام شما به تمام بیننده های عزیز که فعلا بیننده برنامه هستن پیام ما با به تمام بانوان تمام بانوان افغانستان میسه که نخوانه نشینن کار بکنن در ورزش ورزش تو که ورزش کردن تنها کار مرد این زنا هم میتونن که از طریق ورزش میتونن که در جای برسن موفقیت های را نصیب خود بسازن بله خیلی ممنون از حضورتان با امید موفقیت های هر چه بیشتر شما در هر عرصه زندگی تشکر خیلی ممنون از اینکه تشریف ممنون از شما های عزیز که با ما همراه بوده این نسیر احمد شریفی گزارش را آماده ساخته از نمایشگاه کتاب میریم با هم گزارش رو میبینیم و دوباره برمیگردیم